فصل چهارم. چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مایوس نمی گردیم. ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی کنیم و پیام خدا را تحریف نمی نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی‌خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می‌کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می خوریم ولی نابود نمی شویم. بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می‌فرماید: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می‌گوییم چون ایمان داریم. زیرا می‌دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با مسیح زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری می‌شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر، جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.